لحظاتش همه یادم. کجا دیدی؟ تو یکی از هتل‌ها توی بغداد دیدم که صبح بود. ما ساعت 4 صبح رسیده بودیم هتل که از گویا از قبل سازمان با این هتل هماهنگ کرده بود که ما رسیدیم به اون هتل، درجا درو باز کرد، ما رفتیم تو. صبح ساعت 9 بود که از پنجره داشتم خیابون رو نگاه میکردم، دیدم یه لنکروز سفید اومد که یک برادری اومد، اسم برادر ایرک، که اون اولین برخوردی بود که من دیدم. اولین ویژگی که چشمت رو گرفت در اون برادر مجاهد چی بود؟ صمیمیتش، اون گرمی که داشت، اون رابطه‌ای که زد. چون توی یک کشور غریب معمولا دو نفر که به هم دیگه میرسن اول به هم شک دارن. من خودم هم واقعیتش اول شک داشتم، چون با اون فضایی که از رژیم اومده بودم همش ترس از این داشتم که یه بار مثلا اشتباه نیومده باشم. چون تو زندگی آدم هر وقت که اشتباه میکنه اونو به قول معروف چی میگن، یک آینه عبرتی واسه خودش میکنه که دیگه اون خطا رو نکنه. تکرار نکنه. چون توی رژیم از این خطا زیاد کرده بودم، بخاطر همین دوست نداشتم از نو این خطا رو بکنم. که اون برخوردهایی که ازش دیدم واقعیتش منو جلب خودش کرد، یعنی جذبش شدم. که از همون لحظه از اونجا اومدم، توی یک مقری بود توی بغداد که اومدم توی مقر سازمان، از هتل اومدم توی مقر سازمان که اونجا هم با یک برادری آشنا شدم که یکی از انگیزام تو مبارزه که برادر شهید حسین موشارزاده بود. بله، مجاهد شهید حسین موشارزاده، از مسئولین قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران، یادش گرامی و راهش پر رحمت باد. چقدر خوب که در این گفتگو صمیمی به واسطه تو یادی هم کردیم از اون شهید. خب که اومدم باش دست بدم، بغلم کرد، روبوسی کرد، که احساس گرمی زیادی ازش میکردم. متوجه نشدم که در لحظه برادر دست نداره. که بعد مثلا اون چایی که آورد، اون لحظه متوجه شدم که خیلی خزام چرخید و تحت تاثیر قرار گرفتم. نه به خاطر اینکه دست نداره، به خاطر اون ابهت مجاهدی بله و رابطه‌ای که برقرار کرد. بسیار خوب. مرتضی جان، الان در حال حاضر چند سالت شما؟ 30 ساله. بسیار عالی. خب یعنی جز جوانای اشرفی هستی دیگه. افتخار شده. میخوام بدونم که مرتضی سال 87، یعنی مرتضی امروز، با مرتضی سال 78، یعنی مرتضی 10 سال پیش، چه فرقی میکنه؟ اونو زمین تا آسمون فرق. جدی میگی؟ خب الان خودم خودش همیشه به خودش نسبت بقیه بیشتر اشراف داره. نه، چی اصلی ترین چیزی که تو عوض شده چی هست؟ امید. امید با این یعنی اون مرتضی چطور بود؟ مرتضی 78، فکر کنم مرتضی 78 زیاد الان تو ایران، چون خودم که هر از گاهی تو خلوت خودم فکر میکنم که مثلا چرا من کاراکترم اینجوری شده. سال 78 همیشه یک ناامیدی در آدم با خودم، این ناامیدی این بوده که مثلا بابا دیگه همینجوری هستش، باید بسازی خودتو، باید وفق بدی. حالا سرنوشت ما این بوده، خدا اینجوری خواسته، ما هم اینجوری به دنیا اومدیم، اینجوری هم از دنیا میریم. مگه اینکه خودت یک همتی بکنی، اصلا این ور اونوری بدوی، به پولی برسی، خونه ای، زندگی دست با بکنی، زندگی بکنی. ولی الان که فکرشو میکنم میگم این خود آدم هست که سرنوشت خودشو تغییر میده. خودش میتونه که
اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره. الان که فکرشو میکنم میگم خدا چقدر خدای خوبیه. من خودم بودم که به آینده امید نداشتم، فکرشو نمیکردم که میتونم مثلا به این نقطه‌ای که الان هستم برسم، یا مثلا خیلی راحت‌تر بخوام بگم از خودم بخوام بگم، مثلا خودم آخر شب که فکر میکنم میگم که خدای از من راضی باش، من به قول معروف اون چیزی که تو من هستش خودت میدونی که به خاطر چی هست، یا اون انگیزی در من هستش به خاطر چی هستش. همیشه یا نماز که میخونم از خدا یک چیز میخوام، میگم خدایا برسون اون روزی رو که یک ایرانی باشه که همه آزاد باشن، یه معتادی نباشه، یه فقیری نباشه. هرچند سخته آدم این فکر رو بکنه که نباش اینا، ولی واقعیتش اینه که میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم اون روزی رو بیاریم که همه تو شاد باشن، همه خندان باشن، همه احساس آزادی بکنن، همه احساس رها بودن بکنن. خب اون چیزی که من به دست آوردم همه جوانای ایرانی هم میتونم به دست بیارم. میدونم الان دوست دارم از همین تریبونم استفاده بکنم به تمام جوانای ایرانی بگم که بابا جایی هستش که آدم بتونه امیدوار به زندگی باشه، امیدوار به آینده باشه. آینده خودشو هر کسی خودش میتونه درست بکنه. نمیتونه آدم بشینه بگه که خدا برسون. این نمیشه به دست آورد. اینا باید تلاش کرد، باید باهاشو داد. یعنی توی اشرف یه تیکه کلامی هستش میگه که تو میخوای باهاشو بده، هر چی میخوای هست، خودت باید باهاشو بدی، خودت باید بیای پاش، خودت باید اون چیزی رو که ازت میخوانه بدی، یعنی از خودت بکنی بدی در اون راه. ولی در حال حاضر بعد در نهایت برسی به اون خواسته ای که داری. پس اگه دوستان بیننده ازم بپرسن که به چه اعتبار میشه این حرف و ادعای مرتضی رو باور کرد که میشه امیدوار بود، میشه به آینده امیدوار بود، میشه ساخت سرنوشت رو، همونطور که خود مرتضی هم گفت، من خودشون نشون میدم و همه مرتضی هایی که از مرتضی سال 77 رسیدن به مرتضی سال 87. امیدوارم که روزی برسه همونطور که تو گفتی همه جوانهای ایرانی با امید و با دلی سرشار از شوق و شور آینده ایران رو اونطور که شایسته ایران ایرانی هست بسازه. حتماً.